برنامه بامدادی رادیو صدای آمریکا همه روز با تازه‌ترین اخبار و گزارش‌ها تقدیم شما دوستان می‌شود. شنوندگان و تماشاگران ارجمند رادیو تماشا، تبعیض چیست؟ اگر تمدن بشری بر پایه قانون بنا شده باشد، آیا تفاوت‌های بین انسان‌ها مانند زبان، نژاد، رنگ و جنسیت و نیز شمایل صورت و یا اعتقادات دینی و فرهنگی مجوزی پذیرفتنی است که آنها را در برابر قانون ناهمسان کند؟ وقتی قوانین یک کشور منافع فرد یا گروهی را بر دیگران برتری دهد، چه می شود؟ پرسش‌های از این دست را ماه‌منیر رحیمی طی یک مصاحبه بلند با حسین رئیسی، حقوقدان ایرانی مقیم تورنتوی کانادا، در میان گذاشته است که اکنون بخش 14 آن را می‌شنوید و بخش‌های بعدی شنبه‌های آتی. یکی از مهمترین حقوق اساسی هر شهروند در دنیای امروز مسئله آموزش و حق آموزش. این مسئله به هیچ وجه تعطیل بردار نیست، به هیچ وجه نمیشه به وقت دیگری موکول کرد، برای اینکه انسان‌ها از بدو و تولد به نوعی نیازمند به آموزش هستند و به فراخور بزرگ شدن کودکان در اجتماع نیازمند آموزش هستند. از طرف دیگه در خود همین قانون اساسی ایران دولت رو موظف کرده در اصل 30 که آموزش و پرورش رایگان برای همه مردم فراهم بکنه تا سطح پایان دبیرستان و تسهیل کنه آموزش عالی در سطح دانشگاهی برای همه، و اونجا هیچ قید و بندی در حقیقت در اصل 30 قانون اساسی نیومده. یعنی همه شهروندان باید از حق اساسی به عنوان حق آموزش بهره‌مند بشن، و جالب اینجاست که این حق در بخش حقوق ملت از قانون اساسی ایران هم اومده. اما با وجود این تأکیدی که در اصل 30 قانون اساسی است، ما میبینیم که نسبت به برخی از اقلیت‌های دینی این تبعیض وجود داره که ما موضوع بحث دقیق ما نیست. افراد مختلف به این میپردازند به طور مشخص، علی‌رغم اینکه جمهوری اسلامی امروز منکر تبعیض تحصیلی نسبت به کسانی که پیرو دیانت بهایی هستند میباشد، اما در این حال نسبت به اونا این تبعیض تحصیلی وجود داره و من هم شاهد اون بودم که بسیار از اونا در حوزه های آموزش دانشگاهی به طور علنی در معرض تبعیض تحصیلی قرار دارند. اما از اونجایی که موضوع بحث ما در حقیقت تبعیض تحصیلی در دوره‌های پایین‌تر از دوره‌های دانشگاهی است، و ما می‌خوایم تلاش کنیم که در این برنامه در حقیقت تبعیض تحصیلی در دوره‌های پایین‌تر هم بهش بپردازیم، با این عنوان می‌پردازیم به اینکه در کجای مقررات ایران و قوانین ایران تبعیض تحصیلی نسبت به افراد و شهروندان ایرانی در مقاطع ابتدایی و دوره‌های بعد از ابتدایی در مدارس وجود داره. این صدای آمریکا در واشنگتن است.